نحوه کار کردن با برخی از ابزارهای انتخاب. در بین ابزارهای انتخاب، ابزارهایی هم وجود دارند که بخشها را بر اساس رنگ سلکت می کنند. یکی از این ابزارها ابزار ماجیک وند هست که می تونید از طریق جعب ابزار و با راست کلیک کردن روی این گروه از ابزارها ماجیک وند رو انتخاب کنید و بهش دسترسی داشته باشید. با استفاده از این ابزار میتونید با کلیک کردن روی یک نقطه رنگ هایی که مشابه اون نقطه هستند رو هم انتخاب کنید. در نوار تنظیمات این ابزار رو میتونیم عوض کنیم و به دلخواه خودمون تعیین کنیم. با استفاده از سمپل سایز میتونیم محدوده انتخاب و شناسایی رنگ رو در تصویر مشخص کنیم. در لیست بازشوی اون با انتخاب پوینت سمپل، نمونه رنگ تعیین شده برای ابزار ماجیک وند همون رنگیه که روی اون کلیک میکنیم. اما با انتخاب 3x3 average، 5x5 average و الی آخر، زمانی که روی یک پیکسل کلیک کنید، میانگین رنگ اون پیکسل و رنگ پیکسل های مجاور شناسایی و انتخاب میشن که هرچه این مقدار بیشتر بشه، پیکسل های مجاور بیشتری در نظر گرفته میشن. پارامتر تولرانس میزان دقت ابزار رو تعیین میکنه که شما میتونید بین 0 تا 255 یک عدد رو برای اون در نظر بگیرین. با فعال کردن Smooth Edge Transition لبه های تیز کمی گرد میشن. با فعال کردن Sample Only Contiguous Pixel شناسایی و انتخاب رنگ های مشابه به صورت پیوسته و فقط در اطراف نقطه اولیه انجام میشه. در صورت غیر فعال بودن اون، رنگ های مشابهی که در کل تصویر هستن انتخاب میشه که بهتره در اینجا فعال باشه. با فعال کردن Sample Colors from Composite Image و کلیک روی یک بخش، انتخاب محدود به لایه جاری نخواهد بود و در بقیه لایه‌های تشکیل دهنده تصویر هم انجام میشه. حالا با استفاده از این ابزار کلاه این بچه رو انتخاب میکنم. کلید شیفت از صفحه کلید رو نگه میدارم تا انتخاب‌های جدید به قبلی اضافه بشن. در این مرحله بهتره کمی دقت اون رو پایین بیاریم. مجدداً کلید شیفت رو نگه می‌دارم و کلیک می‌کنم تا جایی که تمامی این قسمت‌ها به حالت انتخاب در بیاد. حالا با استفاده از کنترل دی انتخاب رو حذف می‌کنم. یکی دیگر از ابزارهایی که نقاط رو بر اساس رنگ سلکت می‌کنه ابزار کویک سلکشن هست. از طریق جعبه ابزار روی این گروه از ابزارها راست کلیک می‌کنیم و ابزار کویک سلکشن رو انتخاب می‌کنیم. با استفاده از این ابزار می‌تونید مثل یک قلموی نقاشی روی بخش‌های مورد نظرتون بکشید و اونها رو به سرعت انتخاب کنید. در آپشن بار و در این بخش نوع و سایز قلم رو میتونیم ببینیم که با کلیک کردن روی این فلش رو به پایین کادری باز میشه که در اون کادر قادریم سایز قلم رو بزرگتر و یا کوچکتر کنیم، میزان سختی اون رو تنظیم کنیم و دیگر تنظیمات مربوط به قلم رو انجام بدیم. حالا میتونم کلید شیفت رو از صفحه کلید نگه دارم و این نقاط رو به بخش انتخابم اضافه کنم. با فعال کردن Automatically Enhanced Selection Aid به صورت خودکار لبه بخش‌های انتخاب افزایش داده میشه. سرعت این ابزار بسیار بالاست اما دقت اون کمی پایینه. در این آموزش یاد گرفتیم چطور با ابزارهای Magic Wand و Quick Selection که بخش‌ها رو بر اساس رنگ انتخاب می‌کنن کار کنیم.